الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از لوازم مسیر سیر و سلوک به طرف الله متعال و نیازمندی های ما در راه رسیدن به الله متعال استقامت است. استقامت یعنی پایداری، یعنی صبر کردن، یعنی تحمل کردن لحظات و سختی هایی که لحظه به لحظه بر ما در این مسیر می آید. برداشت کردن تکلیف، قطعا انجام دادن هر عملی یک نوع کلفت و سنگینی رو بر انسان دارد. استقامت یعنی ماندن و حرکت کردن در صراط مستقیم و در این مسیر راست و استوار بدون هیچ گونه انحراف و کجی. ظاهر ما و باطن ما، اعمال ما، گفتار ما، کردار ما، باورهای ما، همه و همه مستقیم باشند، استوار و راست باشند بر آن مسیری که الله متعال برای ما طراحی کرده. با تمام وجود و با تمام توان به طرف مقصدی حرکت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ترسیم کردن. استقامت بر راه و ماندن در مسیر عبادت الله متعال تا اینکه به رضایت الله متعال برسیم، این یک نیاز همیشگی هست برای ما. طلب استقامت، طلب ثبات و پایداری از الله متعال، این وظیفه‌ای هست که تمام مسلمانان که هیچ، بلکه حتی پیامبران هم به آن نیاز داشتند. الله متعال به پیامبران خودش دستور داده و از آنها خواسته که استقامت بکنند. سوره حمد را همه من و شما در هر رکعت نماز می‌خوانیم. اهدنا الصراط المستقیم. وقتی که انسان مسلمان شد، وقتی که انسان نماز میخواند، یعنی این که بر مسیر هدایت هست. باز هم این که ما دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت فرما، یعنی این که پروردگارا ما را بر راه راست استقامت نصیب کن. تا زنده هستیم بر همین راه و بر همین مسیر مستقیم حرکت بکنیم. الله متعال در قرآن کریم آن کسانی را که اهل استقامت هستند آنها را ستوده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آنهایی که پروردگار را به وحدانیت و یگانگی پذیرفتند، اعلام کردند که رب ما، پروردگار ما و معبود ما الله است. ثم استقاموا، بعد از این استقامت کردند. صرفا اعلام این مطلب، پذیرفتن این مطلب کفایت نمی کند. کسانی که در مسیر هدایت گام برداشتند خیلی زیاد هستند، اما آنهایی که به آخر خط رسیدند و به مقصد رسیدند در مقایسه با آنهایی که آغاز کرده بودند این مسیر را خیلی اندکند. پس بنابراین آغاز راه چندان مهم نیست که خاتمه و پایان راه مهم هست. این که راه را آغاز کردی و این مسیر را شروع کردی برای پیمودن، این چندان اهمیت ندارد. بیشتر از این رسیدن به آخر خط اهمیت دارد، حسن خاتمه اهمیت دارد. ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که استقامت بکنند بر این مسیر راست، بر آنها نه خوفی هست و نه غم و اندیشه ای دارند. فارغ از هر گونه ترس و واهمه هستند. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. پاداش اینها بهشت هست به خاطر کارهایی که انجام میدادند، به خاطر همین استقامت بر امور خیر و بر راه‌های خیر. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما این مطلب را بسیار زیاد داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را و پیروان خودش را توصیه می کردند برای استقامت. یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم سفیان ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه یک روز آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدک. ای پیامبر خدا، در اسلام به من یک توصیه بفرما، یک راهی را فراروی من بگذار که بعد از تو نیازی نباشد از کسی دیگر در این زمینه من سوال کنم و توضیح بخواهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، بگو ایمان آوردم به الله و بعد از آن استقامت کن. دقیقا همان مطلبی که الله متعال می فرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنهایی که گفتند و اعلام کردند که پروردگار ما الله است و بعد از آن استقامت کردند. احیانا انسان در مسیر زندگی و در راه عبادت آنگونه که شاید و باید شاید نتواند که این مسیر را ادامه بدهد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این رو گوشزد کردند به ما. در روایتی که ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت کرده و در سنن ابن ماجه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند و فرمودند استقیمو، استقامت بکنید، راست و هموار باشید، صراط مستقیم را بپیمایید، ولن تحصوا، منتها هر چند که شما مواظبت بکنید، مراقبت بکنید و هر چند شما جدیت و توان داشته باشید، امکان دارد که از شما سستی براید، امکان دارد شما دچار ضعف بشوید. منتها هر کسی به اندازه توان خودش، به اندازه قدرت خودش و به اندازه اراده خودش باید بر این مسیر استقامت بکند. وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ، بدانید که بهترین اعمال شما، عباداتی که انجام می دهید، نماز هست. یعنی از تمام اعمال شما باید بیشتر از همه بر نماز پایبند باشید. بعد از این مرحله رسول الله صلی الله علیه وسلم همان گونه که عرض کردم از آنجایی که فطرت بشری هست دچار ضعف می شود، انگیزه انسان ضعیف می شود، همت انسان کم می شود، توان انسان کاهش می یابد، اما انسان باید در هر مرحله‌ای که هست و با هر امکاناتی که دارد، مهم این است که بر این مسیر بماند. مبادا به خاطر طولانی بودن مسیر یا خسته کننده بودن این مسیر یا مشقت و زحمت هایی که در این مسیر سفر هست، انسان از سفر باز بماند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند در روایت ابو هریره سددو و قاربو، تا جایی که می توانید استقامت بکنید، تا جایی که می توانید پایبند باشید، مهم این است که در این مسیر باقی بمانید. و علمو انه لن ینجو و احد منکم بعمله، مطمئن باشید کسی از شما به خاطر عملش و به وسیله عملش نجات پیدا نمی کند.
گفتند یا رسول الله، حتی شما؟ ایشون فرمودند که حتی من، ولا انا، حتی من هم صرفا با تکیه بر عمل خودم نجات پیدا نمی کنم، الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر این که رحمت و فضل الله متعال شامل حال من بشود. منتها ما وظیفه داریم، موظف هستیم از جانب پروردگار خودمان که تا جایی که میتوانیم عمل بکنیم، سددو و قاربو، سعی بکنیم که پایبند باشیم، سعی بکنیم که تا جایی که امکان دارد اوامر الهی را انجام بدهیم و از نواهی و منهیاتی که وجود دارند، از مواردی که الله متعال ما را منع کرده، از این موارد ما پرهیز بکنیم. بزرگترین کرامت و بزرگترین فضیلت این است که انسان بر صراط مستقیم باقی بماند. این یک کرامت بسیار بزرگی هست و یک ارزش اسلامی بسیار مهم و دستاورد با ارزشی هست برای ما. همین که ما در مسیر راه و بر صراط مستقیم ماندگار باشیم، با وجود تمام کاستی ها، با وجود تمام ضعف ها و کمکاری ها در این مسیر باقی بمانیم، این واقعا بزرگترین کرامت و بزرگترین ارزش است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه استقامت را در آیه‌ای که و الّذی استقام علی الطریقه لسقیناهم ماء قدح، استقامت را به توحید و به یکتایی الله متعال تفسیر کردند، یعنی این که به الله متعال هیچ کسی را شریک نگردانیم. واقعا این گونه هست، استقامت در یگانگی الله متعال، مبادا غیر از الله را فرا بخوانی، مبادا از کسی غیر از الله امید داشته باشی، مبادا از کسی غیر از الله بترسی، مبادا بر کسی غیر از الله توکل بکنی. هدفت صرفا در تمامی امور عبادی فقط و فقط الله متعال باشد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استقامت بر عبادات را مد نظر قرار دادند و میگویند که الاستقامت ان تستقیم علی الامر و النهی ولا تروغ روغان الثعلب. استقامت یعنی این که بر مسیر امر و نهی مستقیم باشی، راست و استوار باشی، اوامر را انجام بدهی و از نواهی پرهیز بکنیم. مانند روباه کج نروی، راست باشی در مسیر هدایت و در مورد اوامر و نواهی الله متعال. حتی در مورد عبادت پروردگار انسان باید استقامت داشته باشد، بدین معنی که بر وسط راه حرکت بکنیم، میان رو باشیم در تمامی موارد، حتی در عبادت. در عبادت الله متعال از افراط و تفریط پرهیز بکنیم. کسانی که به افراط کشیده شدند هم منحرف هستند از صراط مستقیم و آنهایی که تفریط میکنند هم منحرف هستند. هر دو گروهشان بر صراط مستقیم نیستند. صراط مستقیم یعنی استوار ماندن بر عبادات، دست کشیدن از منهیات الهی و عامل بودن بر دین بدون هیچ گونه افراط یا تفریط، دقیقا همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. به بهانه عبادت ما حق نداریم که حق نفس خودمان را ضایع بکنیم. به بهانه عبادت ما نمیتوانیم که حق زن و فرزند خودمان را نادیده بگیریم. به بهانه عبادت ما نمیتوانیم حق خویشاوندان و نزدیکان و همسایگان خودمان را نادیده بگیریم. ان لنفسک علیک حقا، نفس بر تو حق داره، زن بر تو حق داره،
مهمان و همسایه بر تو حق داره. اعطی کل ذی حق حقه، هر صاحب حقی رو، هر طلبکاری رو حقش رو پرداخت بکن. پس بنابراین آنچه در این مسیر ما نیاز داریم استقامت هست، یعنی ماندن در مسیر هدایت و پرهیز کردن از افراط و تفریط و انجام دادن دستورات الهی و باز آمدن از منهیات الهی بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه، ابو اسماعیل هروی، ایشان می فرماید که استقامت همواره بودن است بی تلون، یعنی استقامت صاف بودن، همواره بودن و هموار بودن است، راست بودن و همیشه در مسیر هدایت ماندن است بدون هیچ گونه تلونی، بدون از هیچ گونه انحراف و کجی. راست باشیم یعنی مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. و آن سه قسم است، استقامت بر سه درجه و سه قسم است: استقامت افعال و استقامت اخلاق و استقامت انفاس است. یعنی در افعالمان، در افعال ظاهری و در عباداتی که انجام می دهیم و در اخلاقمون، ویژگی های اخلاقی و فضایل اخلاقی که وجود دارند و حتی انفاس، نفس نفس و لحظه لحظه عمر را. ایشان می فرماید که استقامت بر این سه نوع هست. می گوید استقامت افعال قرایان راست و اگر نه مرائیانند. استقامت افعال یعنی راست بودن در افعال و در عبادت، این مخصوص قرایان هست. قرایان یا قاری اصطلاحی بوده که در گذشته بر علما اطلاق می کردن. استقامت یک عالم در عملش هست، وگرنه گفتن و توصیه کردن و وعظ و نصیحت زیاد می گوید. استقامت افعال قرایان راست، یعنی مخصوص قاریان و علما هست، و اگر نه مرائیانند، وگر نه اهل ریا هستند، خودنمایی می کنند، تظاهر می کنند. و استقامت اخلاق صوفیان راست. استقامت اخلاق و فضایل این مربوط به صوفیان هست، یا نه منحرفانند. اگر کسی مدعی تصوف هست، اخلاق شایسته ای را ندارد و باز هم آلوده به رذایل اخلاقی باشد، بدین معنی هست که این فرد منحرف هست. و استقامت انفاس عارفان راست، یا نه مدعیانند. استقامت و استواری انفاس مخصوص عارفان هست، وگرنه صرفا مدعی هستند، هیچ بهره و بویی رو از عرفان نبردند. استقامت افعال را سه گواه است: ظاهر آن به موافقت، باطن آن به مخالفت و مرد بر خود به ملامت. علامت استواری در اعمال این است که ظاهر آن موافق سنت باشد و در باطن آن اخلاص باشد، و بعد از این که این عمل را انجام دادیم، بازگردیم بر نفس خود به ملامت و مرد بر خود به ملامت. زیرا این کاری را که ما انجام دادیم، عبادتی را که انجام دادیم، این را بزرگ نپنداریم، ملامت بکنیم نفس خود ما را، چرا این کار را بهتر از این انجام ندادیم، چرا باید نماز ما ولو این که اندک خللی هم داشته باشد، چرا باید نماز ما نماز کاملی نباشد. استقامت اخلاق را سه نشان است: اگر جفا شنوی عذر دهی، و اگر ایذا نمایند شکر کنی، و اگر بیمار شوند به پرسیدن شوی. اوج استقامت و پاک بودن و فاضل بودن اخلاق این است که اگر از کسی بدی دیدی
برایش عذری را طلب کنی، بگید این بنده خدا معذور هست. و اگر ایذا نمایند شکر کنی، در مقابل ایذا تشکر کنی، شکر بکنی. و اگر بیمار شدند بدخواهان تو، بروی برای عیادتشان. و استقامت انفاس را سه گواه است. استقامت انفاس سه علامت دارد. به نفس میکوشی تا قیمت گیری، یعنی لحظه به لحظه عمرت را، نفس نفس عمرت را در تلاش و کوشش باشی تا اینکه خودت قیمت گیری، یعنی با ارزش شوی. و عمر یک نفس دانی تا آزاد باشی، عمرت را یک لحظه تصور بکن تا اینکه از دنیا و مافیها برهی، آزاد باشی. تصور بفرمایید که این لحظه آخرین لحظه عمر شماست. تصورتون درباره دنیا و مافیها چی هست؟ و از هر نفس بری جویی تا سید گردی، از هر نفس ثمره‌ای را حاصل بکنی. هیچ لحظه ای از لحظات عمرت و هیچ نفسی از نفسهایت بدون ثمره و بدون فایده نرود. و بدان که عمر در هر نفس که برفت خصم است یا شفیع. هر نفسی که میکشیم این یا خصم ما هست یا شفیع ما هست، یا به نفع ما هست یا به ضرر ما هست. و در هر نفس الله را بر رهی منت است و رهی را بیم از آن خیانت. یعنی هر نفسی که ما میکشیم یک منتی هست از جانب الله متعال بر من و شما، و در هر نفس و در هر لحظه ما باید بیم آن را داشته باشیم که میتوانیم شکر این نفس را و این نعمت را ادا بکنیم یا خیر. نفس بدبخت دود چراغ کشته است در خانه ای تنگ بیدر. یعنی نفس و جان در وجود انسان بدبخت مانند دودی هست، دودی که برآمده از یک چراغی که خاموش شده، آن هم در خانه‌ای تنگ و بدون هیچ گونه منفذی، که واقعا انسان نمیتواند در چنین جایی آرامش داشته باشد و راحت باشد. و نفس نیکبخت چشمه ایست، چشمه ای روشن روان است در بوستان آراسته بابر. و نفس و روح انسان نیکوکار و مؤمن مانند یک چشمه است که بسیار روشن و روان هست، صاف و شفاف هست، در حال حرکت هست، در بوستانی که آراسته هست، سرسبز هست، بابر همراه با میوه و ثمره هست. امیدوار هستم که روح و روان من و شما چنان آزاد باشد، چنان سبک باشد مانند آب روان. و الله متعال از تمامی دوده ها و از تمامی کدورت ها و از تمامی زنگار ها انشاءالله قلب همه من و شما را پاک بگرداند و بتوانیم تا لحظه ای که در دنیا هستیم بر استقامت باشیم و در صراط مستقیم و بر این راه جاویدان و همیشگی انشاءالله پایدار و استوار بمانیم و در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.